خب دایرمون رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم، بعد منبع نورمون هم قسمت میگیریم. اینجا که بگیریم یه هایلایتی داریم و این قسمت ببینید اینجا میشه منطقه که خیلی دیگه روشن، اصلا اینجا سایه نداریم. ما اینجا رو علامت میزنیم، پس دیگه سایه ها از اینجا که تیرگیشون بیشتره میاد به سمت این روشنایی و کمرنگ تر میشه. اینجا دقت کنید اینجا ها تیره تر هست، همینجا به سمت بالا که میاد روشن تر میشه و اینجا دیگه روشنایی هست. این قسمت هم که روشن هست پایین این، خاطر انعکاس نور از سطح زمین هست که تابش کرده اینجا. این هم سایه روی زمین هست. خب اینجا رو مشخص میکنیم، بعد دیگه ما سایه ای که میخوایم بزنیم این صورت هست. یه خط میزنیم علامت داشته باشیم اینجا رو. میبینید این هلالیه دقیق این سمت منبع نورمون هست. خب کمرنگش هم میکنیم، همشون باید کمرنگ باشه. این هم دیگه پاک میکنیم. فقط جهت سایه زدنی مشخص کردیم که کدوم سمت سایه بزنیم. خب کارمونو باید برگردونیم. زمانی که میخوایم سایه بزنیم دستمون کاملا توی قوس باشه. به این صورت میبینید به این سمت به سمت خودمون سایه میزنیم. اول کمرنگ، من با 3H دارم میزنم سایه رو، کاملا میزنیم یک نواخت، یک نواخت بودنش خیلی مهم هست. همینجور میچرخونم. کامل میزنیم یک نواخت، جهتش خیلی مهم نیست، فقط یک نواخت باشه. روی همین هم میره، روی این قسمته. سرعت دستم که زیاده درست فوکوس نمی کنه.
توی تمام جهات دارم میزنم که یک نواخت بشه این سایه. لایه لایه پر رنگش میکنیم. دقت کنید اینجا مشخصه کاملا. خب این شد لایه زیرین ما. بعد باید بیایم پررنگ ترش کنیم. من با دوبی میزنم.